برده ویژه دارم خدمت همه شما عیزان و سروران یه برنامه ای دارم به بهانه آقای علیزاده است منتها واقعا مورد شخصیت علیزاده دیگه زیاد نمیخوام صحبت کنم چون آدم مهمی هم نیستش که بخوام زیاد صحبت کنم خودش بیچاره یه ویدیو داد بیرون و گفتش که من اصلا هیچ ارقی به مسئله ایران و وطن پرستی ندارم خب ایشو رو بغض آمریکا اینا شاید یه سری مواضعش نزدیک به ما بوده باشه ولی از حب به وطن از حب به ایران نیست و سخنانش خب من قبلا اومد توی ویدیویی مثل که جدیدا صحبت کرده بود حتی خب میدید الاز برنامه سازی اینا اینا تیفای تنبلی هستن اینا نمیتونن یک هزارم ما واقعا اکتیو باشن اومده بود بهش گفته بودن آقای علیزاده شما گویا تجزیه موازه تجزیه طلبانه داشتی گفت نه این دروغ های مثلا یه برنامه اینترنتیه که اشارش به ما بود نه آقای علیزاده قربونت برم شما توییتاتون مشخصه وقتی که میگید مرکز مرکز گرایی فارس محور ببخشید اینا کد های تجزیه طلبی و حداقل شما تحت تاثیر هژمون گفتاری جرگنه تجزیه طلبی قرار گرفتی که مبلغینشون آقای پرپنچی و خانم شادی صد و همداستان به اونا مطلب میزنی و خب این که من هیچ چیزی نگاتم تو احمدی و توییت های شما در این حوزه موجوده چند تا تو توییت دیگه هم هست که در مورد شما پروندهتون رو من قبلا بستم در مورد پرونده شما رو برای خودم و مخاطبانم بستم یعنی یه زمانی بود سال پیش بود من شما رو یه خود جدی تر دنبال میکردم ولی پرونده شما بسته شده من از زمانی که دیگه فهمیدم واقعا بابت تنهایی فشار اقتصادی نبود آفتاب رها شدن از سوی نامزد به شما واقعا آسیب جدی رسیده و شما واقعا چون رفتاری که میکنی سه حالت بیشتر نیست یا معمولی که من چون خودم همیشه مورد اتهام هم که تو نفوذی معمولی و واقعا فضا رو چون میشناسم مطمئنم نیستی نه این حرف رو قبول نمی کنم. چون این اتهامات به خودم هم زده میشه مطمئنم معمولی سی یا ساده لوحی که محتمله میتونی ساده لوح باشی ولی چیزی که یقین دارم آسیب رسیدن به مغزته تو فشار روحی روانی داری تو یه واقعا چون حق ببینید تو فضایی که ما داریم کار میکنیم با اون روندی هم که شما طی کردی افسردگی رو بشه رو شاخشه خود من نه که مثلا تو افسرده من نیستم یا هستم و من در معرض افسردگی قرار گرفته بودم خوشبختانه چون انسانی هستم که خداوندم کمک کرد و سریع هم چند تصمیم درست گرفتم و حداقل از نظر فیزیکی موقعیت جغرافیایی مجایی تعریف کردم که همیشه آفتاب باشه و فلان و اینه و خب البته کمک واقعا بی نظیر و واقعا آسمانی میتونم بگم کمک آسمانی همسرم به من که کنارم همیشه بوده و هر جایی که اگر احساس کردیم که داریم کم میاریم همسرم به من یک بمب دقیقا انرژی وست کرده و این باعث شده که مثلا من چاره اون فضایی که شما الان قرار دارید نگیرم قرار نگیرم و خودم رو نجات بدم ولی خب شما متاسفانه به هر شکلی این موقعیت نداشی برای همین به مغز آسیب رسیده صحبت هایی که داری میکنی بردن من مزخرف کامله اما و تکلیف علیزاده رو ما مشخص میکنیم که نه. دو تا توییت ایشون زد و دو تا موزه گرفت که این موزه خیلی های دیگه هم هست ببینید نه این برنامه رو نساختم که علیزاده رو تخریب کنم علیزاده تخریب شده خدایی هست بهش هم قبلا پرداختیم پکیجمون هم در مورد علیزاده مطرح کنیم بستیم این یه مقدمه بود که دوباره یک چکیده ای از اون برنامه هم گفتم دوتا تا توییت زده یکی در مورد واکسن یکی در مورد اسارات اردوغان که این دوتا تا توییتش یه دونه رو توییت کرده از یه آقای به نام میلانی که اونم میخوام نشون بدم این چون دیدم صحبت قالب خیلی ها هست من میخوام محتوایی به این دو تا توییتش بپردازم پس دیگه در مورد شخصیت علیزاده ما تو این برنامه کاری نداریم شخصیت علیزاده تمام حالا میخوایم این دو تا توییتش رو بررسی کنیم توییت اول در مورد واکسنه ایشون میگه که بخشی از نیروهای سنتی و مذهبی ایران مخالف واکسن هستند و این خبر دروغ را نش میدن که امثال بیلگیتس میخواهند با واکسن جمعیت زمین را کاهش دهند این بلاحت نه مختص اسلام است نه مختص جمهوری اسلامی در آمریکا و غرب هم گروههای جاهل فراوانی از جمله طرفداران ترام مخالف واکسن هستن. خب محتوایی با این کار داریم. ببین اصلا دیگه کاری نداریم علیزاده گفته یا نه ما با محتوا کار داریم. علیزاده رو که گفتم چرا اینا رو میگه؟ تکلیفم که مشخص کردم. سه تا حالت بیشتر نداره که حالت سومو یقین دارم. تموم شد. ببین این که یه میگن واکسن من برنامه نساختم برای واکسن. دلایل شخصی خودمو دارم دوست ندارم بگم چرا. اما کسانی که مخالف واکسن هستن حق دارن ببین آقای علیزاده حالا آقای علیزاده نه کسانی که این حرفو میزنه دیگه خطاب هم با علیزاده نیست این چون این پکیج صحبت رو یه عده میگن یک نگاه ساده و شوخی دارید میکنید اگر نفوذی نیستید ببینید ایزم وقتی شما آمریکایی که در تمام زمینا با ما دشمنی میکنه سردار این مملکت رو ترور میکنه دانشمند هسته ما با کمک آمریکا و به توسط اسرائیل ترور میشه شما از دشمنت نمیدید دارو بگیره ببین ما تجربه عینی داریم عزیزانی که این حرف رو میزنید من بارها گفتم تو این برنامه اینا بحث جا ببین این برعکسه خیلی از مردم آمریکا تا خود مردم آمریکا به دولت خودشون اطمینان ندارن شما برید برنامه من در ژانویه 2020 یعنی تقریبا 12 11 ماه پیش اولین برنامه من در مورد کرونا بود یه در مورد کرونا رو نگاه کنید اولین برنامه در مورد کرونا همونجا گفتم گفتم کرونا رو راه انداختم فردا خواهید شنید یک شرکت آمریکایی دنیا رو نجات میده واکسنش پیدا میشه حالا شرکت های هندی که خیلی تو داروسازی حرفه‌ای روسیه که الان ساخته اینا نه یک شرکت آمریکایی دنیا رو نجات میده میان واکسنش هم پیاده میکنن خب ببینید ما تجربه عینی در مورد بیماران هموفیلی داریم در همین دهه 60 شرکت فرانسوی که به مراتب نسبت به آمریکا فرانسوی ها با ما اوکی ترن دیگه تا آمریکا آمریکا دولتش که اصلا دشمن اوله فرانسه دشمن سوم چهارم مثلا پایین تره اینها شرکت فرانسوی اومد برای بیماران هموفیلی ما که من خون میفرستم و یک دستگاهی بود که یه چیزی بود که بهش مثلا میفرستم و دارویی بود که بگید دیگه یه چیزی هست اسمش یادم رفته یه نام خیلی چیز داره اون چیزی که فرستاده بودن یه نام خیلی معروفی داره برای بیماران هموفیلی الان چون نزدیک چند ساعت این برنامه اجرا میکنیم 6 ساعت و 56 دقیقه خدا من نزدیک 7 ساعت آره 7 ساعت دارم برنامه اجرا میکنم 5 ساعت و 35 دقیقه داریم برنامه اجرا میکنیم فاکتور آفرین فاکتور 8 هشت. فاکتور 8 که دوست عزیز آقای عزیز علیزاده عزیزان فاکتور 8 که شرکت فرانسوی برای فرستاد آلوده بود خونه آلوده بود و از آن زمان ایدز وارد ایران شد ایدز رو فرانسوی ها وارد ایران کردن یعنی حتی معذرت میخوام از بانوان شهر نوهای زمان محمد پهلوی ایدز وارد ایران نکردن چون میده دیگه ایدز یکی از راه انتقال و اصلا به وجود اومدنش همین بحث روابط خطرناک دیگه توی این مثلا بالاخره کلوب های شبانو اینا که در آمریکا اولین بار ارز بعد از این داستان انقلاب جنسیشون رخ داد دیگه نزدیک 22 تا بیماری جنسی رو کلوپ های گی و کلوپ های همجنسگرایی و بعد از اون کلوپ های دیگه به ارمغان آوردن برای دنیا و از ایدز یه دونه داستان دیگه هم داره که در آفریقا یکی از این شرکت های آمریکایی اونجا ایجاد کرد نه که داستان داره ولی در ایران در مورد کشورمون فاکتور 8 فرستادن فرانسویا برای ما یه شرکتشون گفت فاکتور 8 داریم فاکتور هشتشون رو ما گرفتیم زدیم به بیماران هموفیلی بیچارا هم بیماری هموفیلی داشتن حالا اجزم گرفتن خب ما یه همچین تجربه داریم آیا علی زاده جاهل خودتی ایزم بی سواد خود شماهایید این تاریخمونه پس حق داریم من برنامه واکسن نساختم دلایل شخصی دارم نمیسته نمیخوام بگم اما کسانی که دارن حمله میکنن به واکسن حق دارن به خاطر تجربه مونه تازه اگه شما یک مقدار آقای علیزاده عزیز یا مثلا اینجا خطاب نمیخوام با علیزاده بشه علیزاده که این حرف میزنی یه مقدار تجربه داشته باشه در مورد پزشکان بدون مرز دیگه این مزخرفات نمیگید اگر بدانید که شرکت های دارویی و واکسنسیون واکسنسیون آمریکایی و سهیانیسی از طریق پزشکان بدون مرز بلند میشن میرن آفریقا چهار تا خانم انجینیا جولیام هم را می چهار تا بچه سومالیایی آفریقایی هم بغل میکنن که بارها گفتم که این در حقیقت آزمایش یعنی آفریقایی ها رو موش آزمایشگاهی میکنن برای داروهای جدیدشون دیگه این حرف رو نمیزنی دیگه این حرف رو نمیزنی حتی دیگه کار به جایی رسید که علنا هم تو بریتانیا هم تو فرانسه من برنامه تو این یه سال ساختم علنا اومدن گفتن آقا ما واکسن کرونا داریم درست میکنیم اول بریم تو آفریقا آزمایش کنیم علنا دیگه گفتن به هزاران دلیل آقای علیزاده مزخرف داده میگه بردار من حالا هر دلیلی از نفوذی که من میگم نیستی ساده صادق لوحی که محتمله یا به مغزت آسیب رسیده به دلایلی که مهمترینش نبوده عدم آفتاب موهات هم که بلند کرد دارم مو بلند میکنه یه جای آفتاب بیارم. آخه آفتاب نمیخوره تو سر دایزن. این مزخرف کامله به هزاران دلیل میدانی دارم عرض میکنم ده ها دلیل دیگه هم هست که حرفتو رد کنم که نمیکنم الان چون نمیخوام برنامه هم طولانی شه ولی وقتی که خود ها به شرکت خود آمریکایی اطمینان ندارن به نظر منطقی من ایرانی توجه با, با توجه به تجربه بیماران هموفیلی که فاکتور هشت آلوله برای من فرستادن و با توجه به جنگ گسترده ای که آمریکایی‌ها سر فشار حداکثری و اینا بر من پیاده کردن دانشمند من رو میزنن نظامی من در سطح سردار سلیمانی رو میزنن با افتخار به نظرت تو وقتی مردم خودشون اطمینان ندارن به شرکت خودشون طبیعیه من برم از اونا دارو بگیرم تازه خلاف حرف های خامنه هم که به درستی میگه میگه آدم از دشمنش این عقل سلیم ببین آیا علیزاد اینجا بس عقل سلیمه به خدا قسم به هزاران آقا من چرت میگم بگید به هزاران ای تو جاهلی هزاران دلیل منطقی میگه ما از آمریکا نباید واکسن بگیریم خوشو رفت برنامه‌ش هم مرد دوم توییت دومی که ایشون میزنه و من باز با محتوا کار دارم اینه میگه تفسیر مقرزانه شرخانی اردوغان مقرزانه شرخانی اردوغان نشان میدهد که خبر جلی و جنگ رسانی از رگ گردن به ما نزدیک داره خبری مهندسی شده که به هدف انزوای بیشتر ایران و در ادامه فشار حداکثری ترام طراحی تر شده بود اینکه آقای زری و بعضی شخصیت های رسمی هم در دام این جنگ رسانی افتادن اما زنگ خطر جدید. است ببین در مورد همون واکسنه و هم این مطلبی که داره میگه هر کنون ده ها توییت زده دیگه این هسته مرکزی توییتش رو من دارم نشون میدم یعنی همین بحث شیرخانی آقای اردوغان ده تا توییت زده حرفش اینه که میخوان ایران منزوی کنن ارد... الان ما داریم علکی به اردوغان یعنی وقتی مقرزانه یعنی علکی داریم به اردوغان گیر میدیم در راستای اهداف ترامپ که مثلا ما رو منزوی کنه تفسیرهای کودکانه و بغض به آمریکا ما گفتم ما حتی به اسرائیل بغض نداریم یعنی دشمنی ما با اسرائیل بر اساس بغض نیست بر اساس منطق و عقلانیته ما با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد با توجه به حالا جالب این آدم که بغض داره به آمریکا میگه بریم مذاکره کنیم با آمریکا حواستون باشه ما به با آمریکا بغض نداریم میگی مذاکره نکن یعنی چی یعنی که عقلانیت به ما میگه نباید با آمریکا مذاکره کنیم. ولی این بغض داره ولی عقلانیت چون نداره میگه بریم مذاکره کنیم این بحثی منطقی داریم بازین با اینا ما حاضریم حتی اگه بخوان مناظره کنیم اینا آخه آدمایی نیستن که در سطح مناظره باشن چون اینا آدمایی هستن که مقرور هستن خدا رو شکر که خداوند هیچی به اینا نداده که مقرورم هستن یعنی والا واقعا یک هزارم داستان های ما رو تو زندگی داشته باشن دیگه اینا خدا رو بنده نیستن یعنی yani خدا به اینا هیچ چی نداره شما مثلا یه با نیدی علیزاده بیا تو لایو اینستاگرام از توده مردم انتخاب کنه بیاره بالا صحبت کنه تو یه فضای فکری قرار دارن که خودشونو بیش از اندازه جدی میگیرن و مقرور هستن و شهامت رو در روی با توده مردم رو ندارن من آدم دموکراتی نیستم ذره به دموکراسی اعتقاد ندارم ولی شهامت اینو دارم میام تو لایو اینستاگرام مخالفو میارم بالا دیالوگ میکنم دیدید بارها دیدید اینها این, این شهامت ندارن چون اینا آدمایین که در یک حبابی دارن زندگی میکنن و این حبابه رو مثلا یک طرفه مونولوگ میکنن نه من الان اینجا تو برنامه رودست فقط مونولوگ نمیکنم هر زمان وقت کردم تو رستورانی تو کافی شاپی هر جا وقت کردم حتی تو ماشین لایو اینستاگرام دادم مخاطب آوردم بالا حرفی داره بزنه دشمنم که قبلا زیاد میومد بالا الان خودشون نمیان بالا چون میدونن که دیگه حریف نیستن یه زمان فکر میکردن حریفن تو گفته گل حالا حرفشون هم اینه ما حریف زبان و منطق و استدلال ها نیستیم فقط دستمون به امیددانا برسه با چاقو اینا تیکه پارش میکنیم و گفتن دهها ویدیو و حرف علنی پابلیک یعنی گفتن که امیددانا رو ما میکشیم چون میدونن دیگه حریف دیالوگ ما نیستن حرف منطق ما اینا نیستن ما مونولوگ نمیکنیم ما هر کی بخواد باشه ب... هر کی اگه در سطح علیزاده باشه اوکی دیالوگ میکنی ولی اینا شهامت این ندارن یک طرفه چهار تا توییت واژه کنار هم میچسبونه پس تفسیر مغرزانه که در اردوغان میگه این بغض اینا به آمریکا یعنی الان هم بعد توییت های دیگه زده که آقا جان الان میخوان ما درگیر شیم با ترکیه این به نفع اسرائیل و آمریکا این چه سیاست مسخره معذرت میخوام دستم این چه سیاست مسخره دوستان عزیز هر زمانم الان آقای توییت دیگه ای رو توییت کرده آقای میلانی نامی که این هم میره توی بی بی سی یه سری مزخرفات میگه این علیزاده دیم توییت کرده میگه میخواهن از آب گلالود ماهی بگیرن و اختلاف دیپلماتیک بین ایران و ترکیه را به جنگ دیپلماتیک تبدیل کنن برنا لوئیس مؤلف کتابای تاریکی دوران عثمانی در آخر حیاتش تئوری رو انداختن دعوا بین ترکیه و جمهوری اسلامی ایران نباید به این دام میافتن همش دام ببینید میتونه دام باشه میتونه داستان باشه بله برنامه‌ریزی میتونه باشه یعنی مهم اینه یه حد که حرمتی رو آقای اردوغان کرده این چه منطقیه که چون ما شرایط خاصی داریم چون ما اسرائیل و آمریکا مشکل داریم اینا اون وقت ترکیه تو این وسط حق غلطی میخواد بکنه نو عثمانی گری خوشا جلو بعد ما یک سرمون مثل کپک بکنیم توی برف میگن دکترین کپک دیگه نه این تنشه این دامه تله تنشه الان مگه با اردوغان سرچاخشم اسرائیل خوشحال میشه بله اسرائیل خوشحال میشه ولی چیکار کنم چون اسرائیل خوشحال نشه که نمیتونم حد که حرمت اردوغان رو نبینم که دنیا ببین دنیای گرد برم من قبلا گفتم علی من این رو یاد دنیا دنیای دو بودی نیستش حتی دنیای سه بودی نیست دنیا دنیای هزار بودی است در یک دنیای دو بودی تو میتونی بگی که آقا آمریکا و مثلا یک طرف آمریکا یک طرف شوروی این دنیا تموم شده است که یا تو بلوک شرقی یا تو بلوک غربی امروز هزاران بلوک وجود داره آره مشکل ما با اردوغان به نفع اسرائیله ولی ببخشید این دلیل نمیشه که ما مسئله رو دو بودی نگاه کنیم بگیم که چون اسرائیل خوشحال داشته به حدک حرمت و غلطهای اضافی اردوغان باید هیچی نگیم چشم پوشی کنیم چه منطقیه اگر شما حب با بذاری بر روی حالا فرض کنیم مثلا ایرانه حب با بذاری رو ایران هر کسی از هر جنبه ای که به ایران حمله کنه پاسخشو میدی الان این ایران اسرائیل از این بخش به ما حمله میکنه ترکیه از این بخش به ما نیش میزنه بعد من بگم آقا نیش ترکیه رو کن پاسخ اسرائیل رو بدم نه پاسخ هر دو رو بده همشون حالا درسته اگر پاسخ اردوغان رو بدی اسرائیل خوشحال میشه یا پاسخ اسرائیل بدی اردوغان خوشحال میشه چه فرقی داره من در حب به وطن نگاه میکنم هر کی به من حمله کرد به وطنم حمله کرد ما باید جواب بدیم یه جایی بعد تونتر این قبول دارم منطق میگه یک جا تونتر جواب بده یه جا آرامتر جواب بده بستگی داره اون دیگه بستگیشو مردان تصمیم باید بشنن آنالیز قرار بدن آیا اینجا باید به اسرائیل تونتر پاسخ بدیم یا آرومتر ولی اینکه اصل داستان منکرشیر اصلا عجیبه بعدم ببخشید اینکه چهار تا اعتراض بشه به اردوغان جنگ دیپلماتیک و اینا چه باشه یه زری زده چه عجب حالا یه بارم زریم خیلی جالبه یاتونه گفتم مشکل من با مخالفین شاه چیه اونجایی که شاه کار درستی انجام داده بهش حمله میکنه مشکل من با مخالفین جمهوری اسلامی چیه جمهوری اسلامی صد تا ایراد داره ولی اینا به هزار تا کار درست جمهوری اسلامی گیر میدن جواد ظریف خائنه یک بار تا این آقای میرزا غضبخان داستان گیر بده مثلا به جواد ظریف بابت این سیل عظیم خیانت حالا یه جا جواد ظریف اتفاقا این بار کار درستی انجام داده اومدی اعتراض کرده به اردوغان اینجا به حمله میکنه ای خدای من اینجا به جواد ظریف حمله میکنه میگه آقای ظریف و بعضی شخصیت های رسمی هم در دام این جنگ رسانه ای افتاده سیل عظیم خیانت های جواد ظریف رو ندیدن اونجا الان مشکل من اینه که چرا جواد ظریف کار درستی میکنه اینجا که کار درستی کرده به حمله کردید این نه درس ها درس واقعا عمیق سیاسیه بر. من با شخصیت این آدم که اول برنامه صحبت کردم دیگه کاری ندارم پس این دو تا بحث که مطرح شده واکسن و برخورد با اردوغان اصلا هر دو دارن چنل میگن بحث واکسن اینه که باید مخالف باشیم واکسن آمریکایی نباید بیاد تجربه تاریخیمون داره میگه تجربه تاریخی هزار سال گذشته نه آ. 50 سال گذشته نه تجربه تاریخی دهی 60 سی سال پیش از طریق شرکت فرانسوی با آوردن داروی آلوده فاکتور 8 پدید اومد تو کشورمون پس عقل سلیم میگه آقا از خارجی نبر تازه پزشکان بدون مرز رو بزنن به تخت شرکت های واکسیناسیون آمریکایی هم که از طریق شرکت از طریق پزشکان بدون مرز چه جنایت هایی کردن تو آفریقام که سنداش موجوده قبلا هم برنامه ساخته عقل سلیم میگه دشمنه تا آقا چون دارو نگیرش میگن اگرو تبرش میگه میگن مدیکال تروریسم آقا نمیدونی مدیکال تروریسم چیه علیزاده <تصفح> مدیکال تروریسم این حالا جاهل منم توی یا مایی و مورد دوم هم در مورد اینکه آقا اردوغان یه غلطی کرده چیزی نگیم چون به نفع اسرائیل میشه اصلا این سیاست یه سیاست منفعلانه یک سیاست غلط این دکترین کپ که نه هر کی هر چی گفت جوابشو باید داد وگرنه پر رو میشه اگه در سطح اردوغان حرفی زده بعد جوابشو بدی نمیشه ندی یه بارم وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی کار درستی انجام داد <عزمی> <isce> اینا بهش حمله کردن نه خیلی مشکوکید قرمتون برم اگه واقعا مشکوکید واقعا مشکوکید و یه بحثی که دارم با دوستان مذهبی انقلابی خودتون میدونید خودتون میدونید چی کار می کنید ولی برم خوشحالم که این آدم رو بایکوت کردید این تعدادی هم که 147 نفرم که اینو لایک کردن اگر وطن پرستید اگر ذره به وطن شما اینا رو باید بایکوت کنید بایکوت بس بگی اینقدر بگی تا جون شهر بیاد من دو تا حرفش چون بحث محتوایی بود لازم دونستم که برنامه بسازم ولی اینا باید بایکوت بشن و خب خوشبختانه با توجه به 150 هزار تا لایکی هم که اینا دارن دیگه یعنی فالویی که دارن لایکاشونو میبینید واقعا ریزش جدی داشته بایکوت باید کرد قرمتون برم دیگه داره مزخرف میگن اینا داره مزخرفات هم دارید میبینید دیگه اصابتون رو اصلا را آوردید مزخرفات اینا نگه جا نقده نقد جدیه ما هم نقد داریم یعنی نقدی که واقعا قابل اعتنا باشه صحبت این آدم یه قابل اعتنا نی... قابل نیست واقعا الان هم اگه پرداختم فقط این دو تا بحث محتوایی رو لازم دینم که بررسی کنم. قربونتون برم شب و روزگار خوش. حالا ایشون توییت میزنه فکرام میکنه خیلی باحاله. مثلا آی من یه چیز مهم گفتم اصلا اون قبلیت که خیلی مزخرفه بود. والا تو اگه یه نگاهی میکردی به همین سی سال پیش که اصلا از طریق شرکت فرانسوی وارد ایران شده دیگه این مزخرفاتو نمیگفتی خیلی عجیبه خود آمریکایی تازه اینو بهت میگم تا دیروز خبر دارم تا دیروز که خود سازمان بهداشت آمریکا داروی شرکت فایزر را چیز نکرده بود تایید نکرده بود چیزی که هنوز خودشون تایید نکردن حتی چجوری داری تبلیغ میکنی مردم ایران بزنن چیزی که مردم خودشون اطمینان ندارن تا چطور به ما میگی جاهلید شما نه قربونت برم این, این ببینید برم این واکسن بحث خیلی خطرناکیه الان شما همین دختر آقای پرویز ثابتی خانمه ثابتی که الان تو حوزه بحث ژنتیکه اینا دارن آمار میگیرن ژنوم انسانی ایرانیا رو که داروی مخصوص یعنی واکسن تولید کنه آمریکایی بزنه خوب شه همون واکسن رو تو ایرانی بزنید در سرویس شه بر اساس ژنوم انسانی ما دارن یک سری واکسن رو درست میکنن این بحثی طولانیه که از حوصله این برنامه خارجه ولی در برنامه دیگری شاید شهر... بیشتر بیشترش قبلا تو برنامه‌های دیگه گفتم ولی اگه لازم شد حالا در مورد واکسن میایم برنامه میزدیم ولی در همین جای کار این توییت تو نشانه جهالت خودت قربونت حالا فکر نکن کسی جوابت رو نمیده میتونی بری من لازم بدونم جوابتون رو میدم اگه خواستی با تا سر همین یه مورد حداقل منازعه نمی میکنم قربونت مزخرف میگی من البته مطمئنم شک ندارم موقعیت جغرافیایی تو مثل من عوض کنی حالت خوب میشه فرداتون بشم شب روز خوش عاشقتونم بدرود امیدوارم که این برنامه برای شما ایزان مفید بوده باشه بدرود